محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب حکومت تازه را حکومت وحدت ملی نمیداند. این رهبر پیشین جهادی میگوید که به علت حضور نداشتن مجاهدین در کابینه با حضور کمرنگ چهرهای سرگزار حوزه غرب در میان نامزد وزیران، این حکومت برای مجاهدین پذیرفتنی نیست. این رهبر پیشین جهادی میگوید که رئیس جمهور و رئیس جمهوری با معرفی چپی ها در نهادهای کلیدی امنیتی مجاهدین را نگران ساخته است. این رهبر پیشین جهادی از راه نیافتن شمار از رهبران پیشین جهادی در لیست نامزد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی و چهره هایی که به گفته او از چهره های اثرگذار می باشند ناخرسند است. نبودن خود مجاهدین و کتله بزرگ جهاد در درون این نظام فعلی و بخصوص در کابینه بر ما نگرانی جدی است. جای مجاهدین امروز متاسفانه بیشتر خصوص بخش‌های امنیتی که به طرف چپی‌ها داده شدن، نگرانی ملت مسلمان افغانستان و مجاهدین و کسانی که 14 سال جهاد مسلحانه در برابر روسیه کردند یکی از نگرانی‌های جدی ماست. در همین حال این رهبر پیشین جهادی تاکید می‌ورزد که با آنکه شمار چشمگیری از باشندگان حوزه غرب به پای صندوق‌های رأی رفتند و به رهبران حکومت وحدت ملی رأی دادند و با آنکه حوزه غرب 30% از عواید حکومت را تامین می‌کند، اما باشندگان این حوزه خودشان را در کابینه این حکومت سهیم نمی‌دانند. حضور ما در کابینه فعلی با از نماینده های واقعی ملت افغانستان مردم حوزه غرب باشه بسیار کمرنگ است که با ما قابل توجیه نیست.